Arjen, selam. Arjen, سلام آرمین جان، Ari, سلام خوبی؟ صدام میاد؟ بله. آره سلام، خوبی؟ چه خبر؟ اومدم کلن یه سری چیزا رو، اول اومدم برای این اومدم که بیام یه سری تو کامنت یه بحثی شد که یکی بود اسمشم یادم رفت، میگفت از چرا معجزات یعنی قرآن رو توجه بهش نمی کنید و فقط دارید بهش نقد می کنید. کلن معجزات علمی قرآن خواستم یه جورایی بگم که مثلا کلی آیه آورد، من فقط اومدم یه چیزی بهش گفتم جوابی هم نشنیدم، گفتم که خب تصور بر این که خدا وجود داره، قرآن هم یکم گفت که اگر خدایی وجود داره باید یه راهنما به ما داشته، راهنما به ما بده که قرآنه. من گفتم اوکی، فرضمو درست گرفتم. الان خدا قرآن رو به ما داده، بعد توی قرآن الان تناقضی بر فرض نداریم، قرآن الان خدا همه چیز رو به وجود آورده، یعنی خدا همه چی رو کرییت کرده، درسته؟ خود قرآن داره میگه دیگه، خدا همه خالق همه چیه، خدا خالق همه چیز. ولی اگر همه چیه خالق همه چی، باید شر رو ساخته باشه، چگونه شر وجود داره؟ خب شر بدی، اومدم کلا اینو بگم و نظر تو رو بدونم کلا، اینکه حرفم درسته یا مثلا میتونه به نقد کشیده بشه. جوابی که خیلی هم میدن میگن که خب شر وجودش لازمه، اینکه ما نمیفهمیم چرا وجودش لازمه به خاطر اینکه ما آره اصلا مغز عقل برای اینکه نسبت به خدا، خدا میدونه که چرا شر لازمه، جوابش اینه. نه اصلا برای اینکه ما بتونیم خیر تعریف کنیم باید نیاز به شر داشته باشیم، خیر مخالف شر. الان پس اونا میگن برای همین خدا بود. خب الان خدا وقتی خدا همه چیزو ساخته کلا باید شر هم ساخته باشه به تبع. الان یعنی بله اونا خدا میدونه اونا که در... خب اونا قبول داره انسان اونا شر قبول داره. فکرم یه دلی هست دامه. آره پس خدا شر رو ساخته، پس خوبی مطلق نیست. نه خوبی مطلق میگن هست به خاطر اینکه خردی وجود داره. تناقض واسه قرآنه. نه میگن تناقض، میگن تناقض نیست به خاطر اینکه اینکه خدا مثلا شر رو به وجود آورده معنیش این نیست که خدا خودش یعنی دلیل داره براش، یه دلیل یک هدف وجود داره برای این، برای همین میگن که مشکلی این تناقضی با وجود خدا نداره، میگن که دلیل یعنی ولی داره با به وجود آوردن ما داره ما رو پانیش میکنه، داره ما رو تنبیه میکنه با این کار. چون الان مگه نمیدونی الان مثلا من آتئیستم، ما تو دوده ببین آرین جان، بله ما تو دنیای جادو جنبل که باشیم هر چی رو بخوای من میتونم برات یه جواب پیدا کنم. خب من وقتی که تو دنیای وجود، تو دنیای داستان و افسانه و اینا باشیم، تو فقط یه تخیل، من میتونم بگم که نه شر، تو شر اصلا شر چیزی نیست، شر عدم وجود خداست. خب مثلا من میتونم بیام الان از خودم در بیارم، خب ببین من میگم که ببین آرین جان شر مثل تاریکیه، تاریکی خودش یک چیز نیست، تاریکی عدم وجود نوره. خب در همین تاریکی خودش چیزی نیست، ما فکر میکنیم که آها این تاریکیه این نوره، در صورتی که فقط یک چیز وجود داره، نور. بعضی جاها نور هست، بعضی جاها نور نیست، جاهایی که نور نیست رو بهش میگن تاریکی. شر هم اینه، شر خودش چیز خاصی نیست، شر جاهاییه که نور خدا نمیتابه. ببین همینجوری تو دنیای افسانه و آره به همین راحتی خیال که باشی. ببین ما ماشاءالله بگو. آره نه کلن آره افراد دیندار سعی میکنن که چی قضیه رو فیصله بدن، ولی خب الان شما نفسون بگید، یه حرف از دهنم پریدی آدم رو فنان دارم چی بگید، شما بگید یادم بیاد بتونم. من میخوام بگم ببین مشکل دین و
این خرافات و اینا اینه که تا وقتی که شما دستتون به واقعیت بند باشه، ببین کسایی که ما میخوایم بر اساس سند و مدرک و علم حرف بزنیم توی گیر افتادیم بر اساس دنیایی که واقعیت واقعیه، دنیای واقعی هم شما رو محدود میکنه که فقط تو چارچوب دنیای واقعی بتونین جواب داشته باشید. وقتی که شما خودتون رو از محدودیت چیزایی که واقعا وجود دارن آزاد میکنین، دیگه فقط تخیلتون برای جواب دادن کافیه، یعنی شما دستتون بازه که برای همه چی بخواین هر جوابی بدید. خب شما وقتی که محدود نباشین بر اساسی که بتونین تو دنیای زندگی نکنین که باید سند و مدرک و دلیل داشته باشین برای وجود چیزایی که اعتقاد دارین بهشون، من هر چی دلم بخواد میتونم هر چیزی که واقعا چرت و پرتی که وجود نداره رو من میتونم برایش توضیح قشنگ خیلی شاعرانه پیدا بکنم که ببینین چون محدودیتی ندارم، چرت و پرت میتونم زبونم که استخوان. آره اصلا من فقط دلیلی که اومدم اصلا اولش قصدم نبود که بیام، ولی دیدم تو چت هر چی میگم اونا دارن میگن که خب توی این آیه نوشته که برخورد ابرا توی قرآن نوشته شده، نمیدونم رعد و برق نوشته شده، خب اینا رو نوشته درست، ولی دلیل برای این نمیشه کل حرفاش درسته. آقا بالاخره 300 تا جمله گفته، بالاخره 4 تاش make sense، 4 تاش منطقی هست. بگه 300 تا کلمه 4 تاش میتونه منطقی باشه. اصلا من دلیلی که مادم بالا اینه که بسا شفایی ده کسایی که دارن این چیزا رو میگن، میگم که آره تو بگو یک دو تو مثلا میخوای بگی چند تا مثلا دونه توی دستمه، از یک تا 100 بگی بالاخره یکیش درست در میاد. درست و اومدم بگم که یادم اومد، بله کتاب سلفیش جین بود مال ریچارد داکینز، اینو توی فارسی ترجمه بله. شده انتشارات نازیال، جن خودخواه. آره دقیقا این امضا شده با جن خودخواه انتشارات نازیال. بگو آره دیدم توی انتشارات نازیال، حالا فیزیکیش هم هست به صورت ای بوک و ای پاپ توی فیدی بوک و کتاب راه هست. حالا فکر کنم فیریش هم توی یه سری سایت باشه. اوکی برای. مرسی که گفتی آره. برین متشکرم. خب پس اینا ترجمه شده، برین کسی که میخوان برین رو پیدا کنن. من تو دانشگاه تهرانم که بودم، البته این کتاب اونجا به من معرفی شد، به معلم شیمیمون اونجا به ما این کتاب رو معرفی کرد و پیشنهاد کرد که بریم کتاب رو بخونیم. این مال قبل از موقعی بود که ریچارد داکینگ به خاطر بیخوداییش انقدر معروف بشه، برای همین راحت تو دانشگاه تهران به ما اینو معرفی کرد. خیلی خب من فعلا برم سراغ ولی الان بهترین یه لحظه من شرمنده یه چیزی بگم، بهترین کتاب برای یه آتئیست برای این که بفهمه برای چی بیخوداست، اصلا برای اینکه آتئیست بشه، خوده که قرآن رو خوندن و فکر کردن به تناقضه. یکی قرآن رو میخونه فقط عربیش رو میخونه میگه ثوابش رو بفرستن، یکی ترجمهش رو بخونه به زبان خودش بدون تعصب، نگه این پوشش حتی یه دلیل ماور و الطبیعی سای فای واسه خودش بسازه، این کار رو نکنه، آره واقعا به یه نتیجه میرسه و واقعا آتئیست بیرون. من خودم اینجوری آتئیست شدم، از مذهبی شدید در حدی که داشتم میرفتم پایگاه بسیج ثبت نام کنم، دمش هم رفتم شدیدم مذهبی شده بودم، بعد آخرین بار که قرآن رو خوندم گفتم که یک بار فارسیشو بخونم، فارسیشو خوندم و که یه عالمه تناقضات دیدم، از اونجا شد که گفتم یه ذره تحقیق بیشتر کنم و با جمهوری بی خودیان آشنا شدم، اینجوری آتئیست شدم. روش خیلی خوبیه. خیلی خوب، مرسی، ممنون آریان جان. من برم، ممنون از وقتت. مرسی، خواهش میکنم، بازم بیا دفعه قربان شما. میرم خدا حافظ.